مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای مهدی افضلی، آگاه رابطه با ملل، آقای بشیر هاتف، آگاه رابطه با ملل، و همچنان آقای رامین پیرامون، تحلیلگر و نویسنده. سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. آقای افضلی، بحث با شما آغاز میکنیم. آیا این حمله یا این آماش قرار گرفتن هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین توسط یک موشک ارتش ایران عمدی است و یا هم یک اشتباه انسانی که مقام های ایرانی را عنوان میکنن؟ به نام خدا و سلام خدمت شما و مهمان شریک در بحث بندای محترم. آنچه را که اتفاق افتاد نشان دهنده یک نوع آشفتگی سیاسی در تهران است. از لحظه ای که چنین حادثه اتفاق افتاد و تا امروز وقت مقامات ایرانی در اوائل وقت اتفاق افتاد موضوع قطعا می دانستن که در اثر اصابت موشک اتفاق افتاد، مقامات سپاه اطلاع داشتن. اگر زمان در شروع موضوع اگر مقامات ارتش ایالات جمهوری اسلامی می آمد اذعان می کرد، موضوع را تایید می کرد که توسط موشک سپاه پاسداران ساقط شده و یا هم به اصطلاح میپذیرفت که اشتباه انسانی یا خطای انسانی صورت گرفته، در اون صورت قابل توجیه بود که تا حدود اشتباه است. اما وقتی یک اطلاعات با این مهم و قتل نزدیک به 200 نفر از انسانهای که صاحب خانواده هستند، صاحب فرزندند و مربوط به خانواده است، وقتی در این حادثه جانای شیرین خود را از دست می‌ده و سپاه پاسداران ایران و مقامات سیاسی و امنیتی ایران به شدت خود را متقاعد به این می‌سازد که ما در این موضوع دست نداریم یا دست ما بسته است، نشان دهنده زیست که حداقل در قدم نخست اطلاعات و معلومات در درون جمهوری اسلامی ایران به شدت محدود است و تنها یک نهاد است که او نهاد حکومت و رهبری ایران است که میتونه اطلاعات را بیرون بده و مردم به او اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. و در قدم دوم نشان دهنده زیست که رهبران و مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به این قضایا چگونه سطحی برخورد میکنه و تلاش میکنه که قضایا با این وسعت و بزرگی را با خطای محاسباتی مطرح بسازه. وقتی موضوع جدی مطرح شد توسط مقامات آمریکایی، مقامات کانادایی و اوکراینی وقتی مطرح شد و ژورنال های بین المللی هم اذعان کردند که چنین حادثه اتفاق افتاده، وقتی ایرانی ها فهمیدند که گپ جدی است و موضوع جدی است، او زمان است که می مطرح میکنه که یک خطا بوده، یک خطای محاسباتی اتفاق افتاده، یک اشتباه انسانی. بله، یک اشتباه انسانی. از دید من اشتباه انسانی زمان گفته میشه که شما در مقدمه موضوع بپذیرین و درک بکنین که حداقل جانای انسانا شیرین هست و ارزشمند است. بله، تشکر آقای افضلی، به شما برمیگردم. آقای پیرامون سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. ما میخوایم در مورد همین رویداد از شما پرسم که آیا این آماش قرار گرفتن هواپیما توسط یک موشک ارتش ایران عمدی بوده میتونه یا که هم یک اشتباه انسانی؟ درود بر شما، درود بر تمام همزبانان افغان و هموطنان عزیزم و مهمان گرامی شما. عرض کنم خدمتتون که خانم محمدی، جمهوری اسلامی در طول این 40 سال همش تلاشش بوده که به مردم دروغ بگه. یعنی هر کاری که در مقابلش میستادن میگفتن اشراره. این هواپیمای اوکراینی در سال 2016 از طریق شرکت بوئینگ از طریق دولت اوکراین خریداری شده و 48 ساعت قبل هم سرویس کامل شده. یعنی جمهوری اسلامی در طول 6 روز گذشته مسئولین شرکت هواپیمایی و مسئولین دولت، سخنگوی آقای روحانی، سخنگوی مجلس، همه به دروغ میگفتن که این نقص فنی بود. خب این نقص فنی یک هواپیما را 737 جموجت ساخت آمریکا را چطوری پدافند نظامی ارتش ایران نمیتونه تشخیص بده با یک موشک کروس؟ موشک کروس این همه پنجره و در پیکر بر بدنه خودش نداره. این موشک کروس دقیقا هواپیما در مسیری پرواز کرده، چند دقیقه بعد یک بار متلاشی شده. یعنی یک هواپیما 737 اگر یک موتورم داشته باشه، موتورش در آسمان از بین بره، با اون یک موتور میتونه خودش به یک فرودگاه برسونه. ولی انفجار طوری بوده که من در همون نیم ساعت اول در برنامه کانال شیر خورشید نیوز خودم گفتم این کار سپاس یا پدافند ارتش جمهوری اسلامیه.
جمهور اسلامی تو همین دیروزش که اعلام کرد ما هستیم، به دلیلی که رئیس جمهور، نخست وزیر کانادا، استرالیا، اروپا، آلمان همه گفتن این انفجاری نیست، این موشک خورده بشت. یعنی دقیقا جمهور اسلامی خانم محمدیم الان تمام شرکت های خطوط هوایی مانند استرالیا، کانادا، سوئد، آلمان، فرانسه، نروژ، اتریش، سنگاپور، مالزی، ویتنام و چین تمام پروازهای خودشون رو به ایران کنسل کردن، یعنی پرواز متوقف شده. در ایران شما امنیت جانی نداری، چه هوایی، چه زمینی، چه دریایی، به دلیلی که 40 سال جمهوری اسلامی به عناوین مختلف تلاشش این بود که عملیات تروریستی و آدمکشی خودش در منطقه و در جهان بشه. به همین دلیل 6 روز 7 روز اینا دروغ گفتن و امروز متوجه شدن که آقا این هواپیما خود پادافند نظامی ارتش زده. خب این هواپیما که 176 تا مسافر بیگناه داشته، افغانی بوده، آلمانی بوده، سوئدی بوده، کانادایی بوده، خود ایرانی ها صد شرطش ایرانی بوده، همه اینا کشته دادن به دلیلی که غفلت نبوده، به دلیلی که آسمان ایران به هیچ عنوان امنیت نداره، زمین ایران امنیت نداره برای مسافرین، دریاش هم امنیت نداره خانم محمدی. بله تشکر، دوباره به شما برمیگردم. آقای عاطف، آمارش قرار گرفتن این هواپیما با یک موشک ارتش ایران میتونه خیلی ابعاد دیگر هم روشن بسازه، با اینکه مقام های ایرانی یا بخش کنترل حریم فضایی این کشور آنقدر توانایی را نداره که شناسایی بده این چنین موارد را. سلام خدمت شما افضلی صاحب و میمانی که روی خط هستن. ببینید اگر ما به این فرضیه توافق بکنیم که این یک سهو انسانی بوده، باید در کنارش روی چند مسئله دیگه توقف بکنیم و اعتراف بکنیم. اولی که ظرفیت و مهارت‌های جنگی یا نظامی در بین سپاه پاسداران خیلی ضعیف است. یک سپاهی که با آمریکا روبرو است، با یک قدرت بزرگ جهان و ادعا داره که آمریکا را از پا در می آوره، نمیتونه در فضای خود تشخیص بده که یک تیاری مسافربری است، یک تیاری جنگی است یا یک موشک بر پایگاه مقام ایرانی. یعنی اگر قرار است ما این را میپذیریم که اشتباه انسانی است، اول باید به این اعتراف بکنیم. یک مثلا دوم باید اعتراف بکنیم که سیستم اطلاع دهی و اطلاع رسانی، البته در بود نظامی و استخباراتی، در ایران به حد صفر است. برازی که تا 2 روز آینده نه حکومت ایران، نه سپاه پاسداران و نه هم رهبرای سیاسی شیر تایید میکنن، بلکه پای هم رد میکنن که چنین یک حادثه ای نبودن. و سیوم باید را بپذیریم که حکومت ایران، جامعه روحانیت و سپاه پاسداران میانه هم هیچ گونه هماهنگی ندارن. به نظر من پذیرفتن این سه فرضیه خیلی دشوار است، محال است بپذیریم که سپاه پاسداران ظرفیت نداره، سیستم اطلاعاتی درست نیست و هماهنگی بین حکومت و اردوی ایران یا ارتش ایران وجود نداره. به این خاطر من نمیتونم توافق بکنم دفعتاً به این که این یک خطای تکنیکی بوده باشه. به این صورتی به این پیمانه هیچ ارتش دست پاچه نمیشه. این بوینگ از بیرون داخل فضای ایران نشده بود، از فرودگاه امام خمینی پرواز کرده بود. به این خاطر احتمال این اشتباه که یکی از جنگندهایی باشه که از بیرون داخل ایران شده به صفر میرسه. به این خاطر این حرفا به نظر من قابل توجیه نیست به هیچ صورتی. جمهوری اسلامی حاضر نبود جبهه سیای این تیاره را بسپاره به منظور تحقیقات، اما فشارهای بین المللی بیشتر شد. رئیس جمهور افغانستان خواهش کرد رسما که باید این جبهه را بسپاره. اوکراین، کانادا و کشورهای متعدد دیگه خواستار این شدن. بالاخره مقامات جمهوری اسلامی ایران پی بردن که ناگزیر هستند اینجا برای تحقیقات بیشتر بسپارن. این هم یکی از دلایل است که ایران میخواست کتمان جرم بکنن. یعنی اگر قرار باشه این جرم عمدی هم نیست، وقتی قصدا اراده وجود داره که جرم پنهان شوه، پنهان کاری شوه، در اون صورتی خودش جرم دیگه است. کتمان جرم خودش جرم است. بله. و کسی که جرم کتمان میکنه شریک جرم پنداشته میشه، نظر به قوانینی که در تمام جهان وجود داره. من فکر میکنم احتمال داره، شاید در نتیجه تحقیقات بیشتری روشن شود
که این هواپیما حامل اشخاص و یا حامل اطلاعاتی بوده که احتمال داره او به ضرر جمهوری اسلامی بوده و به نظر ما خب دید ما با یک موشک هدف شدن خیلی راحتر دید ما ایست که من نمیتونم توافق بکنم که واقعا یک صحوه بوده بلکه یک عمل عمدی بوده با در نظر داشت دلایلی که خدمت شما عرض کردم. بله تشکر. دوباره به شما برمیگردم. آقای افضلی میخوام بپرسم که پیامدهای این آماش قرار دادن یک هواپیما توسط یک موشک ارتش ایران میتونه بر این کشور چی باشه؟ ببینید در ارتباط به ایران چند موضوع بسیار واضح و آشکار است. در قدم نخست است که رژیمی که در ایران حکومت میکنه یک رژیم به شدت ایدئولوژیک است. به لحاظ ارزش ها و معیارهایی که در دنیای امروز زندگی میکنیم، دنیای امروز دنیای دیپلماسی است، دنیای امروز دنیای توافق است، دنیای امروز دنیای تعامل است. وقتی شما با یک رژیم یا با یک حکومت روبرو هستین که او حکومت به دنبال سیطره بر منطقه است، او حکومت به دنبال از است که در جاهای متعدد از کشورهای منطقه خصوصا در کشورهای اسلامی دست باز داشته باشه و هماره کشورهای متعدد را تهدید میکنه و در صدتی هست که حداقل از کشورهای منطقه و از نفوذ و از گروه هایی که با ایران همخوانی داره به عنوان نواهای جنگی استفاده بکنه و دولتهای منطقه را در یک وضعیت جنگی و بحرانی قرار بده. لذا به لحاظ ایدئولوژیک ای تو یک رژیم سیاسی که هم انقلابی است و هم به شدت ایدئولوژیکی است و هم در آرزوی ایجاد یک حکومت است که در او مهدی آخر زمان به ظهور بکنه و حکومت را ایجاد بکنه که حداقل به نمایندگی از امام مهدی و ارزش‌های دینی بر او استوار باشه. لذا ایت یک حکومت مطلق گراست بر اساس اندیشه مطلق گرایی و حذف دیگرها و به دست آوردن امتیازات بزرگ، قطعا در مسائل محاسبات نظامی هم رفتارش، کنیشش و برخوردش توأم هست با رفتارهای اشتباه، رفتارهای ناقص و رفتارهایی که نمیتونه محاسبه عقلانی داشته باشه، چون در نظامهای سیاسی ایدئولوژیک قطعا عقلانیت و منافع سیاسی که در قالب مذاکرات و تفاهم و تبادل نظر صورت میگیره وجود نداره. دومین اصلی که در نظامهای ایدئولوژیک شب ایران بر اساس او استواره هست ایست که حداقل شما نمیتونین یک نوع ایجاد نشان دهنده یک نوع ساختار سیاسی و یا شکلگیری نهادهای تصمیم گیرنده در مسائل کلان ملی باشه. در کشوری که تصامیم سیاسی توسط یک شخص اتخاذ میشه، یک شخص است که تصمیم میگیره که در کشور چی اتفاق بیفته و بر اساس کدام متد ما رفتار بکنیم، در این تو یک کشور، در این تو یک ساختار سیاسی حداقل شما شاهد یک نوع هماهنگی، همگرایی، خلاقیت و کارآمدی و کارایی مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر ساختارهای دنیای موجود، مبتنی بر روابط متقابل میان دولت‌ها و ملت‌ها شما شاهد موضوع نمیباشین. سومین اصل که نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک به استوار است، او در واقع ارزش ندادن به جان انسان است، به خون یک انسان است، به بقا و به حیات یک انسان است. لذا بابت این رویداد معذرت خواستم. لذا است که شما وقتی شاهد هستین که اول وزیر خارجه میای به اصطلاح بگونه ای رفتار میکنه که چنین چیزی اتفاق نیفتاده، با مرور زمان وقتی فشارهای بین المللی افزایش پیدا میکنه وزیر خارجه گپش را تغییر میده، این نشان دهنده است که حداقل بر اساس فشار هست که اینا معذرت میخواین، بر اساس فشار است که اینا تحمل میکنن و میپذیرن که چنین چیزی اتفاق افتاده. لذا است که وقتی نظام سیاسی اینطوری باشه، پیامدهای عقلانی و پیامدهایی که بر اساس از این فایده است برایش قابل درک نیست، نمیتونه تحلیل و محاسبه بکنه که در او محاسبه شرکای بین المللی و ارزش های حقوقی و رژیم های موجود در نظام بین الملل به شکل اساسی و به شکل معقولش درک شوه و منافع بلند مدت خود را در محاسبات منطقه‌ای به شکل خوب و سازنده درک بکنه و حداقل حیات را به وجود بیاره، حیات توأم با گفتگو، تعامل و رفتار متقابل و توأم با دوستی و محبت باشه. بله تشکر آقای افضلی، بر شما برمیگردم. آقای پیرامون من میخوام بپرسم به این که آماش قرار گرفتن این هواپیما توسط یک موشک ارتش ایران پیامدش بر رابطه ایران با اوکراین، کانادا، بریتانیا، ایالات متحده که پرتنش است و همچنان با افغانستان چگونه خواهد بود و چه تاثیرات را میتونه داشته باشه؟
متاسفانه خانم محمدی، این چیزی که آقای روحانی گفته که هر شخص یا گروهی میتونه پیگرد قانون باشه اصلا دروغه. نگاه کنید، این هواپیمان خطای محاسباتی نبوده، این هواپیمان خطای عمدی بوده. یعنی دقیقا این هواپیما در مسیری که رفته اصلا هیچ ارتباطی به منطقه ممنوعه نداشته، رو آسمان ایران بلند شده و به خاطر شکستی که چند روز پیش در موشکباران عراق صورت گرفت و مظلوم خواهد یک حیوان هم کشته نشد، به خاطر که آبروش نره تحت شعاب قرار داده. این هواپیمان عمدی بوده، دو حالت داره، یا تمام تشکیل چیزهایی در این هواپیمان بوده، یعنی حق نداره بازرسیش کنن، به سوی کشورها میرفتیم، و دو روز قبلش این هواپیما در اختیار یک خلبان ایرانی از اوکراین به ایتالیا بوده، رفت ایتالیا برگشت. بعد این دوتا خلبان مال اوکراینی و مهندسش 12,000 ساعت پرواز داشتن. این خطای محاسباتی نیست، چون هواپیما رو نمیتونی با مثلا هواپیما جنگنده اشتباه بگیری. جنگنده یه شکل شمایلی داره، مسافربری هم شکل شمایلی داره. این هواپیما رو عمدی زدن که اون شکست موشکباران در بغداد در عراق که به نام شامورتی بازی در سیاست کلی خودشون بر علیه آمریکا انجام دادن، اینو میخواستن تحت شعار قرار بدن. همینطوری که مهمان گرامی شما گفت، دقیقا تصمیم گیرنده در اون مملکت یک نفره، یعنی یک نفر به جای 85 میلیون فکر میکنه، به جای 85 میلیون تصمیم میگیره، به جای 85 میلیون عمل میکنه. الان خسارت 176 نفر اگه توسط جمهوری اسلامی باشه، به هیچ عنوان به 140 از قربانیان ایرانی و افغانی و آلمانی و کانادایی تعلق نخواهد گرفت، چون شرایط اقتصادی این هواپیما حداقل 70 80 میلیون دلار تا 100 میلیون دلار قیمتش بوده، غیر از انسان ها. من اینه همطوری که مهمان اولی شما یه اشاره خیلی قشنگی کرد و اون بود که اعتماد داره در هواپیما چیزایی بوده باشه که این زدنش، و این زدن خطا محاسباتی نیست، خطای عمدیه، امکان نداره پادافند بتونه اشتباه بکنه، به دلیل که اون هواپیما در آسمان بوده، سرعتش، طولش، عرضش، مشخصاتش با یک هواپیمای دیگه مشخصاتش کلی فرق میکنه. من اینه به عنوان محاسبه عمدی میدونم، نه محاسبه خطایی. خانم محمدی، بله آقای پیرامون، اکنون جبهه 39 هواپیما در اختیار اوکراین قرار گرفته. مقام های اوکراینی تاکید دارن به اینکه بررسی هایشان انجام میتن تا ابعاد این رویداد مشخص شود، از جمله صحبت های و تماس هایی که صورت گرفته. خیلی کوتاه اگر در این مورد هم دیدگاه شما داشته باشم. این نگاه کنه، این جبهه سیاه تا چند روز پیش دولت جمهوری اسلامی هارگه میدون چرا؟ چون در بدنه هواپیما که متلاشی شده و سر اون راکت که در منطقه خونه پرتاب شده، نشون میده که بالهای قسمت‌های مختلفش با رگبار بسته شده. یعنی نوش این هواپیما طوری نبوده که اگر مثلا یه بالش هم میافتاد خودش میرسون، در یه منطقه هم بود که وسعت نداشت، ولی این کار صورت گرفت. یعنی زمانی این موشک، این راکت، این پادافند زدش متلاشی شد، یعنی فرصتی نبود. از همه مهمتر هیچ کدوم از این مسافرین اکثریتشون پیدا، یعنی پوت شدن، همشون نابود شدن، تیکه تیکه شدن، فقط یه تعدادی جنازه پیدا شده. جمهوری اسلامی با عوامل خودش قبل از اینکه مامورین تقریب برسن اینا رو جمع جور کردن در اون منطقه. خانم محمدی، این خطای محاسباتی نیست، خطای عمدیه که جمهوری اسلامی برای سرکوش گذاشتن بر شکستش در عراق این برنامه رو پیاده کرد. تشکر آقای پیرامون، دوباره به شما برمیگردم. آقای عاطف، دیدگاه شما چی هست در این مورد؟ خب من قبلا عرض کردم، من به این باور هستم که این خطای سهوی نیست به هیچ صورتی. من فکر میکنم عمدن بوده و احتمال داره. بازم تکرار کنم، این تیاره حامل اشخاص یا اطلاعاتی بوده که به ضرر جمهوری اسلامی بوده و این احتمال هم خیلی قوت نداره که تحلیل و ارزیابی جبهه سیاه این مسائل روشن بکنه. جبهه سیاه بدون شک اتفاقاتی رو روشن میکنه که پس از پرواز، از تماس هایی که صورت گرفته، بله، پس از پرواز چی اتفاقی افتیده، چگونه تماس هایی بوده، و بدون شک تماس از خلبان و عملی هواپیماست به زمین. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران حاضر شد جبهه سیاه را به منظور تحقیقات هم بسپاره، احتمالا دریافته باشند که این تحقیقات او اسراری را نمیتونه بیرون بکشه که وجود داشته. اما پرسش دیگه شما مهم بود که بدون شک روابط
تنش‌آلود جمهوری اسلامی ایران با امریکا و تعدادی از کشورهای دیگه با این حادثه با یک گره دیگه برمیخوره و شاید بیشتر هم شود. بالکل دقیقاً. کانادا برای اولین بار است که عکس العمل تون نشان میده و برای اولین بار با اطمینان گفت که این تیاره به نسبت عوارض تکنیکی نه سقوط نکرده، بلکه با موشک ثابت کرده و کارشناسای امریکا هم گفتن که احتمال داره یه اشتباه هن، اما موشک ثابت کرده و توسط یک موشک سرنگون شده. کانادا خواهان جبران خساره و بررسی است. جبران خساره بدون شک نظر به قوانینی که وجود داره در روابط بین الملل، ایران مکلف است جبران خساره بکنه، هم به خانواده ها و هم به شرکتی که هواپیما مربوطش بوده. اما من فکر میکنم اگر یک مقدار اشتباهات بیشتر شود، این به عنوان یک قضیه راجع خواهد شد به محکمه بین المللی در لاهه و ماده 94 و 95 منشور سازمان ملل در این مورد صراحت دارم. میتونم این قضیه ارائه شد اونجا. درست. خاطف بیاین در این بخش روی ابعاد حقوقی این رویداد هم از شما بیشتر بشنویم، ببینیم که چگونه از دید حقوقی شما به این موضوع میبینید. خب این باید بررسی شود. بدون شک هر گونه اظهار نظر قبل از بررسی یک تخمین است، یک حدس و گمان است. بله. هرگاه ثابت شود که هواپیما عمدن سرنگون شده، بدون شک هیچ تعریفی به جز از جنایت جنگی نداره. درست. هولناکترین جنایت جنگی است نظر به تعریف هایی که در قوانین وجود داره برای جنایت جنگی. این جنایت است و عاملین جنایت باید محاکمه شوند. بدون شک از کسایی که این عمل انجام دادن تا او کسایی که فرماندهی کردن، تنظیم کردن و تا به او کسایی که یکی درست کتمان جرم هم کردن، بدون شک جنایت جنگی است. اما اگر ثابت شود که این عمل سهوی بوده، خب در اون صورت قتل سهو است. در اینجا غفلت وظیفوی شامل است، استفاده سو از امکانات وظیفوی را در بر میگیره، کتمان جرم است و نادرست بودن سیستم ارتباط و فرماندهی است. تنها نمیشه ما امو فردی را محاکمه بکنیم که این موشک شلیک کرده. کسایی که فرماندهی کردند، کسایی که فضا را کنترل میکردند و کسایی که بالاتر از او در فرماندهی سهم داشتند، همگی مسئول هستند و همه باید محاکمه شوند. بدون شک برای محاکمه جرم های بین المللی از یک طرف قراردادهایی است که بین کشورها وجود دارد و از یک طرف امو کنوانسیون هایی است که امضا کردن کشورها او را پذیرفتند و منشور سازمان ملل متحد مطابق با او باید کار کنند. ماده 94 منشور سازمان ملل متحد را روشن می سازد که اگر در این حالت قضیه راجع شود، سازمان ملل متحد در دادگاه لاهه ای را بررسی میکنه و تمام کشورها مکلف هستند فیصله او را بپذیرند. اما اگر قراردادی بین کشورها وجود داشته باشه، ماده 95 تصریح میکنه که اگر قراردادی وجود داشته باشه، کشورها میتونن او را بررسی بکنند. در اینجا من قراردادی را نمیبینم که مشترکن بین کشورهای افغانستان و کانادا و سوئیس و اوکراین و ایران وجود داشته باشه. بهترین شکل بررسی چیست؟ که جمهوری اسلامی هم باید به توافق بکنه و همگی که این نیست یک قضیه در محکمه بین المللی مورد بررسی و پیگرد قرار بگیره. بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردم. آقای افضلی، من میخوام بپرسم ببین که آنچنان که آقای عاطف هم اشاره میکنن که باید بررسی دقیق تر در مورد این رویداد صورت بگیره، رئیس جمهور ایران هم تاکید کردن همین است، هر آن کسی که این جنایت انجام داده یک عمل نابخشودنی عنوانش کردن و گفتن که مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. فکر میکنین که ایران بتونه تمامی ابعاد این رویداد را روشن بسازد؟ در نخست به کسانی که دخیل بودن مورد پیگرد قرار بده. ببینین، پیگیری موضوع یک بحث ابعاد حقوقی موضوع است، همونطور که جناب استاد اشاره کرد. به لحاظ حقوقی رژیم های بین المللی برای حفظ جان انسان ارزش قائل است و نهادهای بین المللی و مکانیزم های وجود داره که حراست بکنه از جان انسان و هیچ انسانی در هیچ گوشه ای از دنیا بدون کدام دلیل جانش گرفته نشه و هویت و نفسش از بین نره. در این مورد اجماع نظر وجود داره. ایرانی ها هم امروز وقتی مقامات ایران از
فرمانده از مقامات سپاه پاسداران گرفته، رئیس جمهورش، وزیر خارجه و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران به نحوی وقتی صحبت در داخل ایران از انتقام یا از بررسی موضوع صورت میگیره، یعنی جنایتی که اتفاق افتاده، فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بررسی شوه، حداقل در نتیجه بررسی موضوع اگر از نگاه ایرانی ها و مقامات ایرانی شما بررسی بکنین، مقامات جمهوری اسلامی ایران میگه افراد محدود به انگشت شمار در داخل سپاه پاسداران است که اینا حداقل چنین حادثه ای را خلق کرده و به طور اشتباهی یک خطای انسانی را در واقع مرتکب شده، باید بررسی شود. نتیجه بررسی چی میشه؟ نتیجه بررسی میشه که 2-3 نفر از مقامات بسیار سطح پایین ارتش ایران، کسایی که به اصطلاح این مشتق را شلی کرده، اونا از ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار بگیره. این نگاه ایران است. یک زمان شما نگاه را مورد بررسی قرار میدین که اون نگاه است نسبت به امنیت انسان، نسبت به امنیت آبراها، نسبت به امنیت فضا و امنیت انسان ای کره خاکی، بدور از اختشاشات سیاسی، بدور از مسائل کلان که اتفاق میفته. در این اواخر چند تا موضوع در برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که حداقل این موضوعات با همدیگه گره خورده. اولین حادثه ای که اتفاق افتاد دو بحث در واقع مرگ قاسم سلیمانی است، یک از جنرال های استراتژیک کشور در عراق از بین رفت و ای برای بقای نظام جمهوری اسلامی ایران از یک نگاه به عنوان یک تهدید محاسبه میشه، چون شخصیتش به گونه ای بود که نقاط استراتژیک منطقه را برای ایران حفظ میکرد، اما نقطه ای که برای حیات جمهوری اسلامی ایران میتونه یک قوت باشه و ایست که حداقل اعتراضاتی که صورت گرفت و تحت پوشش قرار داد، دو اعتراضات قبلی که نسبت به ناکارآمدی حکومت اتفاق می افتاد. لذاست که وقتی بحث از انتقام به وجود آمد، انتقامی که ایرانی ها از آمریکا گرفت یک انتقام بسیار ناچیز بود، حتی در رسانه های اجتماعی به عنوان یک چیز تمسخرآمیز به اون نگاه می شد. لذاست که در امیت یک حالت است که رهبران جمهوری اسلامی ایران از توافق برجام بیرون میشه، یعنی تلاش میکنه که حداقل از مرگ قاسم سلیمانی استفاده بکنه، تعهداتش را نسبت به برجام کاهش بده. لذاست که وقتی وضعیت به این سمت و سو حرکت میکنه، من فکر میکنم که در نظام بین الملل و کشورهای دنیا هم نسبت به این موضوع شاید جدی برخورد بکنه. با چند دلیل. دلیل اولی است که در شما میبینیم که در خیلی از موارد کاهش پیدا کرده رفت و آمد هوایی از خاک ایران. شاید هم که تاکنون در پیداشته اوکراین کانادا خواستار پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان شدند. جدا از اوکراین و کانادا، ممکن است که بسیار از کشورها حتی نهادهای بین المللی این گبر را تایید بکنه، اما این که در آینده چطور میشه، آیا رهبران ایران یا مقامات سیاسی و امنیتی ایران میتونه در آینده تضمین بکنه که دیگر چنین اشتباهات اتفاق نمیفته، اشتباه به این وسط و به این بزرگی و به این فاجعه اتفاق نمیفته؟ من فکر میکنم که همونطور که بیشتر هم اشاره کردم، نظام سیاسی ایران به شدت ایدئولوژیک است و هیچ چیز در ایران قابل پیش بینی نیست و هر چیز را میشه در زمان خودش به او جواب داد و به او پاسخ ارائه کرد. بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردم آقای عاطف. بین در این بخش شما هم صحبت های داشته باشیم. ببینید که آقای افضلی اشاره کردن بر استفاده از حریم فضایی ایران بعد از این رویداد که صورت گرفته. ما مسئول خبرهای خارجی تولو نیوز هم داشتیم که اشاره کردن که چندین کشور تا 10 روز دیگر پروازهایشان به علت تعلیق قرار دادن از فضای ایران باید استفاده نکنن، یعنی بیشتر موارد کاهش پیدا خواهد کرد، چون فکر میکنن مسئولیت بیشتر دیگر در حریم فضای ایران وجود نداره. بالکل، من فکر میکنم یک دلیلی است که اونا تصور میکنن فضای ایران مسئول نیست، اما دلیل دومش احتمال داره وارد کردن فشار باشه بر ایران از طریق قطع پروازها. بله. تا ایران متوجه اشتباهاتش بسازن و درست. مکلف بسازن به بازنگری روی یک سلسله تصمیماتی که اونا دارن. فضای ایران آنقدر ناامن نیست با در نظر داشت آخرین اطلاعاتی که از کاخ سفید بیرون میشه، اظهارات دونالد ترامپ، تصمیمی که سنای امریکا اتخاذ میکنه، مجلس نمایندگان امریکا، میرسانه که فضای ایران ناامن نیست و احتمال حملات بالای ایران وجود نداره. اما بیشتر من فکر میکنم این یک فشار است
کشورها به ایران گشتت میکنن که اگر این اشتباهات یا به این گونه اعمال ادامه داشته باشه روابط ایران با دیگر کشورها تهدید میکنن، محدود میسازن و با مشکلات روبرو میسازن. البته تصویرهایی که در این اواخر هم پخش شده پیش از این که ایران بپذیره این مسئله را، نشان میده که در حدود 20 طیاره در حریم فضایی ایران به شکل روزانه اینا رفت آمد میکنن، دیگه همش مسیرش تغییر کرده. دقیقاً به پروازها در افغانستان بیشتر شده بعد از اینکه از فضای ایران مرور کاهش یافته، حدود 40% بیشتر شده در افغانستان نشست و پروازها. اما من ایره بیشتر یک فشار میدانم، نه حراس از اینکه اونا تصور بکنن هواپیماهایشان هدف قرار میگیره، فشار بر این که ایران پس از این باید متوجه بر مسئولیت پروازها داشته باشه. دقیقاً این فشار از بالای ایران تا متوجه سیاست های خود باشه و کنترل بکنه فضای خود را و آنچه که در ایران اتفاق میفته. ای برای همگی مهم است، چون زندگی تمام ادبای جهان تهدید میکنه. در این 176 نفر مشکل کنم 76ش ادبای ایران هستند، اضافه از 60 نفرش تبع کاناداست، 13 نفر تبع افغانستان است و از کشورهای مختلف. بله. به این خاطر یک فشار است، من بیشتری را فشار تلقی میکنم نه حراس. بله، تشکر از شما آقای عطف. آقای افضلی، به عنوان جنبندی میخوایم بپرسم که آیا ایران میتونه که قناعت تمامی طرف ها را در رابطه با این رویداد اینا بتونن فراهم بسازن و غرامت هم پرداخت بکنن به خانواده های قربانیان؟ همونطور که پیشترم اشاره کردم، یک زمان است که شما بررسی ابعاد حقوقی را میسپارین به دولت ایران، به نظام سیاسی ایران و اونا هم در سطح بسیار خرد ممکن است یک سری به اصطلاح رفتارهای را در قبال بعضی افرادی که در سطح های پایین قرار داره و به اصطلاح به نمایش بگذاره و به دنیا بگه که سپاه پاسداران و رهبران ایران یا مقامات سیاسی امنیتی ایران به دنبال از این هست که فضای ایران مسئول باشه و حداقل توجه میکنه نسبت به وضعیت موجود. اما من فکر میکنم که در بلند مدت نظام بین الملل دولت ها و کشورهای پیرامون و کشورهایی که متاثر است از حوزه فضایی ایران، من فکر میکنم که نسبت به رفتار ایران واکنش های جدی خواهد نشان داد و شما در روزهای نچندان دور شاهد تحولات جدی در این ارتباط خواهد بودین. بله، تشکر از شما آقای عبدلی. آقای پیرامون، به عنوان جنبندی میخوام از شما پرسم که اقدامات ایران پس از این چه خواهد بود؟ آیا کشورها با تمامی صحبت هایی که از طرف مقام های ایرانی صورت میگیرن میتونن که قناعت بکنن و غرامت هم پرداخته شه و به خانواده های قربانیان؟ خیلی کوتاه. خیلی ممنون، مرسی. خب اولا جمهوری اسلامی اینو مطمئن باشه خیلی زود با پوتین وارد جریان میشه، چون اوکراین زیر نفوذ روسیه است. به همین دلیل اکثریت خسارتی که باید دولت جمهوری اسلامی به اوکراین بده، این از طریق روسیه ممکن اهل و فصل بشه. مال ایران هم که هیچی گیرشون نمیاد، فقط یک تعداد اقلیت مثل افغانی، کانادا، استرالیا، سوئدی یا آلمانی این اعتماد داره. جمهوری اسلامی به هیچ اونا قابل اعتماد نیست خانم محمدی، در هیچ زمینه ای، در هیچ زمینه ای. به همین دلیله به زودی آقای پوتین وارد جریان میشه برای واسطه بین اوکراین و خسارت اوکراین و جریان جمهوری اسلامی ایران. بله، تشکر از شما آقای پیرامون و آقای عاطف. خیلی کوتاه دیدگاه شما رو داشته باشم. من فکر میکنم جمهوری اسلامی حراس داره که مسئله خیلی ها بالا نگیره، تحقیقات بیشتر صورت نگیره. به این خاطر یک نوع تلاش هایی را آغاز کرده تا کشورها را قناعت بده. ای که میپذیره که ما جبران خساره میکنم و معذرت میخوایم، میخواه قضیه در اینجا پایان بیافه. اما من فکر نمی کنم تمام کشورها به این قناعت بکنن و شاید هم جمهوری اسلامی ایران تلاش های دیپلماتیک خود بیشتر بسازه به منظور قناعت دادن این کشورها تا بپذیرن جبران خساره را و بیشتر از این چیزی نخواهن. بله، تشکر آقای پیرامون، آقای عاطف و همچنان آقای افضلی. سپاس از این که برونز رفتن. خیلی سپاس از شما. تشکر.